سلام بچه ها، به کانال ورد آف مکس خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز براتون یه لیست 10 تایی از سخت‌ترین باس‌ها در فرانچایز اساسینز کرید آماده کردم. همونطور که میدونید چند وقت دیگه بازی اساسینز کرید والهالا به بازار میاد. همین موضوع دلیلی شد تا من بخوام امروز یه سری به نسخه‌های قدیمی اساسینز کرید بزنم و 10 تا از سخت‌ترین باس‌های اونا رو انتخاب کنم. البته بیشتر این باس ها مربوط به دو نسخه آخر میشن، یعنی اوریجنز و اودیسه. پس بدون هیچ اتلاف وقتی بیاید شروع کنیم. شماره 10، المعلم، اساسینز کرید 1. اول بازی شما فکر میکنید که المعلم استاد اساسینز هاست و خب شما هم دارید برای اون کار میکنید و ماموریت هاشو انجام میدید، اما در انتها هیچ کس باورش نمیشد که خود المعلم یه تمپلاره و تمام این مدت شما را داشته بازی میداده. چیزی که باعث میشه ما المعلم رو توی لیست خودمون بذاریم اینه که اون تقریبا یه جورایی اولین باس کل فرانچایز محسوب میشه. تا قبل از این ماموریت شما فقط باید میرفتید یه سری هدف رو نابود میکردید و خب شما میتونستید این کار رو از پشت و با زدن یک ضربه انجام بدید، یعنی هیچ باس فایت واقعی تا حالا شکل نگرفته بود. به همین دلیل وقتی که شما با المعلم مبارزه میکردید واقعا سورپرایز میشدید. به همین دلیل ممکن بود که این مبارزه برای بعضی ها سخت باشه. از اونجایی که شما سیب عدنا برای المعلم پیدا کرده بودین، اون یه سری قدرت‌های عجیب داشت. میتونست خودشو به این طرف اون طرف تلپورت کنه، ایلوژن‌های زیادی از خودش درست کنه و حتی شما رو مجبور کنه با توهم همرزمای قدیمی خودتون مبارزه کنید. تمام این موارد باعث میشه که المعلم به عنوان یکی از سخت‌ترین باس‌های بازی شناخته بشه. Impossible. The student does not defeat the teacher. شماره 9، Black، Assassin's Creed Unity. اولین چیزی که بعد از شنیدن اسم بازی Assassin's Creed Unity به ذهن ما خطور میکنه گلیچ های احمقانه اون بازیه. Assassin's Creed Unity شوک واقعا بزرگی به طرفدار وارد کرد و از اون به عنوان یکی از بدترین نسخه های Assassin's Creed یاد میکنن. اما چند تا چیز بود که در مورد این بازی واقعا قابل توجه بود. اول از همه گرافیک بازی بود که وحشتناک بالاتر رفته بود و بعد هم درجه سختی دشمنایی که شما باهاشون رو در رو می‌شدید. برای اولین بار دشمنی داخل بازی وجود داشتن که حسابی از شما قوی تر بودن و خب برای اینکه اونا رو شکست بدید باید حتما خودتون رو لول اپ می‌کردید. سرگذشت بلک یه جورایی مثل المعلم میمون، چرا که بلک کسی بود که شما را از زندان نجات داد و بهتون پیشنهاد داد که به اساسینز ها بپیوندید و بعدش هم به عنوان استاد شما را تعلیم داد. در واقع هر چیزی که شما الان بهش رسیدید یه جورایی مدیون بلک هستید. اما بعد از اینکه بلک میفهمه اساسینز ها و تمپلر ها به خاطر آشوبی که در پی انقلاب فرانسه رخ داده میخوان با هم دیگه صلح کنن، عصبانی میشه و به همین دلیل به انجمن برادری خیانت میکنه. در اینجاست که شما دیگه هیچ راه چاره ای ندارید و باید با اون مبارزه کنید. انصافا هم که این باس فایت حسابی سخته و اگه شما به اندازه کافی لول خودتون رو بالا نبرده باشید و تمام تکنیک هایی داخل بازی رو خریداری نکرده باشید قطعا نمیتونید از پس بلک بر بیایید. I know. Finish it! شماره 8، سوبک، Assassin's Creed Origins. Assassin's Creed Syndicate واقعا بازی خیلی جذابی بود، مخصوصا اینکه یونیکی رو بهش اضافه کرده بودن. اما با این حال یه جورای دیگه سری Assassin's Creed تکراری شده بود تا اینکه Origins اومد به صورت کامل بازی رو تغییر داد. شما داخل DLC Trials of the God مجبور بودید با یک سری از خدایان مصر باستان مبارزه کنید که خب دومیشون سوبک بود، یعنی همین موجودی که نصفش کروکودیله و نصفش انسان. این خدا بیشتر در اطراف رود نیل پرستش میشد. همونطور که میدونید داخل رود نیل کلی کروکودیل وجود داره و خب از سوبک به عنوان خدایان اون کروکودیل ها یاد میشد. مردم باور داشتن اگر سوبک رو پرستش کنن این کروکودیل ها کاری باهاشون ندارن. درسته که سوبک حسابی خون زیادی داره و خب میتونه به شدت بهتون دمیج وارد کنه، اما تاکتیکاش یه جورایی تکراری هستن، چرا که همونطور که گفتم سوبک دومین گادیه که شما داخل DLC Trial of the God باهاش رو در رو میشید. به همین دلیل تکنیک ها یه جورایی تکراریه و خب شما میتونید اونا رو پیش بینی کنید. همین موضوع باعث میشه که مبارزه با این گاد از قبل خیلی راحت تر باشه. شماره 7، گراز ایرمنتین، Assassin's Creed Odyssey.
داخل بازی Assassin's Creed Odyssey یک کوست خیلی خیلی سخت وجود داره، کوست شکارچیان آرتمیس. در طی این کوست رهبر دختران آرتمیس از شما درخواست میکنه تا یک سری حیوانات لژندری رو شکار کنید که خب همه اونا تقریبا سخت هستن، اما بدون هیچ تردیدی سخت‌ترین اونا مربوط به این گراز میشه که خب برخلاف بقیه میتونه به شما پویزن دمیج بده و حسابی خونتون بیاره پایین. یکی از راهایی که در ابتدا ازش برای شکست دادن این گراز استفاده میکردن این بود که شما برید بانتی خودتون رو ببرید بالا، یعنی اینکه مرسنری یا مزدورهای زیادی دنبالتون باشن، بعد اونا رو بکشونید به این قسمت، بانتی رو پرداخت کنید و اینطوری اون مرسنری ها دنبال گراز میافتن و شکستش میدادن. اما اگه بخواید اونا از راه معمولی شکست بدید واقعا کار خیلی سختی دارید، چرا که هم خون زیادی داره، هم به شدت بهتون دمیج وارد میکنه و هم میتونه سایر گرازها رو بکشونه که بهتون حمله کنند. شماره 6، آرگس Assassin's Creed Odyssey. که نسخه اوریجینز اودیسه ما دیگه اون حالت واقع گرایانه رو نداشتیم، چرا که شما داخل این بازی ها با موجودات افسانه‌ای مبارزه میکردید. مثلا توی بازی Assassin's Creed Odyssey شما باید با سایکلوپس یا همون قولهای یک چشم مبارزه میکردید که خب معروفترینشون اسمشون آرگسه. آرگس همراه دوتا برادر دیگرش از جمله پسرای پوسایدون بودن و جالبه بدونید که آرگس کسیه که رعد و برق معروف زئوس که همیشه از اون به عنوان سلاح استفاده میکنه رو درست کرده. شما باید با این قول تک چشم مبارزه کنید و انصافا هم که کار خیلی خیلی سختیه، چرا که فایر دمیج هایی که آرگس بهتون میده قطعا اگر از حالت نرمال به بالا بازی کنید شما رو میکشه. پس حسابی باید حواس خودتون رو جمع کنید و از بهترین سلاح‌های خودتون استفاده کنید، در غیر این صورت واقعا امکان نداره که شما بتونید آرگس رو شکست بدید. شماره 5، مینوتور Assassin's Creed Odyssey. یکی دیگه از موجودات اسطوره‌ای که شما داخل Assassin's Creed Odyssey باید باهاش مبارزه کنید مینوتوره، یعنی موجودی که نصفش گاوه و نصفش انسان. در واقع مینوتور پسر نامشروع پادشاه کرت بود و به همین دلیل این پادشاه از مهندس معروف دیدالوس خواهش میکنه که 1000 تو بسازه و بعد مینوتور رو داخلش زندانی کنن. در نهایت یک قهرمان به اسم تسئوس پیدا میشه و با استفاده از یک جور نخ میتونه از این 1000 تو در بره و مینوتور رو بکشه. شما داخل بازی باید با مینوتور مبارزه کنید و از اونجایی که این مبارزه در یک جای خیلی کوچک صورت میگیره واقعا شکست دادن مینوتور سخته. شما باید حسابی به اون نزدیک بشید و خب به همین دلیل کسایی که دارن از استایل هانتر استفاده میکنن واقعا این مبارزه میتونه براشون سخت باشه. شماره 4، مار قولپیکر Assassin's Creed Origins. برای کسایی که از طرفدارای Assassin's Creed به حساب میان مار قولپیکر اهمیت خیلی زیادی داره، چرا که این برای اولین بار بود توی فرانچایز Assassin's Creed ما میدیدیم که داریم با یک جور هیولا مبارزه میکنیم. کاراکتر اصلی بازی Assassin's Creed Origins یعنی بایک برای اینکه بخواد انتقام پسر خودشو بگیره راه میفته دنبال اعضای یک فرقه اسرارآمیز که قراره در نهایت به عنوان تمپلارها خودشونو نشون بدن. بایک در طول این راه مسموم میشه و خب توی رویای خودش باید با این مار قولپیکر مبارزه کنه که اسمش اپپه. اپپ در مصر باستان به عنوان تاریکی مطلق شناخته میشه و خب هر شب خدای خورشید یعنی را با اون مبارزه میکنه تا اینطوری دوباره بتونه صبحو به روشنایی برسونه. شما توی این مرحله در واقع یک جورایی دارید به جای رعا خودتون رو میذارید. برای مبارزه با این مار شما فقط باید از یک جور کمان خاص استفاده کنید. اون میتونه از مسیرهای مختلف یهو سر در بیاره و حسابی بهتون دمیج وارد کنه. پس باید حواستون بهش باشه. شماره 3، انوبوس Assassin's Creed Origins. بین تمام خدایان مصری فکر میکنم که انوبوس از همه باید ظاهر شناخته شده تری داشته باشه، یعنی همون خدای مرگ که سری شبیه به شغال داره. همونطور که بهتون گفتم داخل DLC Trials of the God شما باید با یک سری خدا مبارزه کنید که خب اولیشون انوبوسه و به همین دلیل من فکر میکنم که اون سخت‌ترینشون هم هست، چرا که شما برای اولین باره که با یک جور خدا مبارزه میکنید و این تکنیک ها رو میبینید.
همونطور که بهتون گفتم، مبارزه با سوبک آسان‌تر از آنوبوسه، چرا که وقتی که شما دارید با سوبک مبارزه میکنید این تکنیک ها رو دیدید، اما زمانی که دارید با آنوبوس دست و پنجه نرم میکنید همه چیز براتون جدیده. پس فکر میکنم درصد مردن شما در مبارزه با باس اول خیلی خیلی بیشتر از باس دومه. شماره 2، ال ایمپلوتو، اساسنس کرید بلک فلگ. اگر از جمله طرفدارای ما باشید احتمالاً میدونید که من عاشق بازی بلک فلگ هستم و ازش به عنوان بهترین نسخه اساسنس کرید یاد میکنم. داخل این بازی شما مبارزات دریایی خیلی زیادی دارید و انصافاً هم بهترین مبارزات دریایی داخل همین بازی بلک فلگ رخ میده. این مبارزات به حدی خفن بود که یوبیسافت اومد یک بازی بر اساس اونا درست کرد. ال ایمپلوتو در واقع یک جور کشتیه. داخل بازی اساسنس کرید بلک فلگ 5 تا کشتی لژندری وجود دارن که مبارزه کردن باشون حسابی سخته. 4 تای اولی واقعا دشوار هستن، اما اگه هر 4 تاشون با هم دیگر رو هم جمع کنیم به اندازه ال ایمپلوتو قوی نیستن. به همین دلیل اگر شما تصمیم گرفتید با ال ایمپلوتو مبارزه کنید، حتما باید کشتی خودتون رو به بهترین شکل ممکن آپگرید کرده باشید. در غیر این صورت میتونم بهتون قول بدم که در عرض چند ثانیه کشتیتون توسط اون قول دریایی نابود میشه. شماره 1، مدوسا، اساسنس کرید اودیسه. داخل بازی اساسنس کرید اودیسه شما باید با 4 تا موجود افسانه‌ای یونان باستان مبارزه کنید: مینیتور، سایکلوپس، اسفینکس و مدوسا. از اونجایی که شما اسفینکس رو فقط میتونید با جواب دادن به معماها شکست بدید، ما اون رو توی لیست خودمون قرار ندادیم. اما بدون هیچ تردیدی مدوسا از همه اونا سخت داره. فکر میکنم بیشتر شما باید مدوسا رو بشناسید، چرا که از اون توی بازی‌های مختلفی استفاده شده. مدوسا در واقع یک گرگونه، یه زن که توسط آتنا نفرین شده. هر کسی به چشمای مدوسا نگاه کنه تبدیل به سنگ میشه و اون به جای مو هم مار داره. داخل بازی مدوسا از تاکتیک های واقعا جدیدی استفاده میکنه و خب مبارزه باهاش میتونم بگم خیلی دشواره، چرا که در بیشتر موارد اصلا شما نمیتونید بهش ضربه بزنید. اون یه سری دشمن سنگی به سمتتون میفرسته که اول باید اونا رو شکست بدید و بعد به سرعت به سمت خودش برید و کمی بهش ضربه بزنید. در ضمن از این فرصت‌های کوتاه باید به بهترین نفع استفاده کنید، چرا که مدوسا به سرعت خودشو به این طرف و اون طرف تلپورت میکنه. قطعا مدوسا نه تنها سخت‌ترین باس داخل بازی اساسنس کرید اودیسه، بلکه طولانی‌ترین اونا هم به حساب میاد. خب بچه‌ها، اینم از لیست امروز ما. امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. توی کامنت ها بگید کدوم یکی از این باس ها به نظرتون از همه سخت تر بود. امیدوارم که همتون به اندازه من برای بازی جدید اساسنس کرید یعنی والهالا شروع اشتیاق داشته باشید. من به حدی این سری رو دوست دارم که رفتم از اول، یعنی از نسخه اساسنس کرید 1 تا اودیسه رو بازی کردم تا برای والهالا آمادگی داشته باشم. شک نکنید به محض اینکه بازی عرضه بشه داستان اون رو براتون میذارم. من اینجا یه تشکر بکنم از علیرضا ایت، یه لیست از انیمه های مورد علاقت درست کن گیم پلی بذار، بازم ویدیو مثل مرگ کاور شوتر میذاری و کیوب اورجینال عزیز که ما را دونیت کردن. اگه شما هم میخواید از ما حمایت کنید میتونید از لینک ریمیت زیر استفاده کنید و خب در جواب اون دوستان بگم آره، اگه ایده جالبی به ذهنم برسه حتما براش ویدیو درست میکنم. یادتون نره که ما را لایک و سابسکرایب کنید. آرزو میکنم روز خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد خدا نگهدار.